الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز الله عزوجلال در هر جایی که هستین با لباس صحت و عافیت و با لباس تقوا و طهارت و لباس اهل خیر بر تن داشته باشین آیت که خدمتتان تلاوت کردم دلالت به اخوت، برادری، صلح، نصیحت و تحمل و خیرخواهی میکنه. دین اسلام دینی هست که الله عزوجلال در تمام امورات زندگی انسان دین اسلام یک دین الگو یک دین خیرخواه و یک دین راهنماست. ما معمولا در زندگی خودمان مختلف مراحل داریم. مراحل های مختلف زندگی خود بجای از اینکه بیاییم ایرا با اسلام و با فرمودات محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به اون چیزی را که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و ائمه دین علما و اهل علم درک کردن خود به این مقایسه بکنیم میاییم او را به مزاج و طبیعت خودمان تعبیر میکنیم. یک تماس داریم. اسما از کابل بفرمایید. خب تماس من قطع شد. اینال دین اسلام ما میگیم دین برادری است، دین اخوت است. برادری وقتی که ما میگیم برادری به این معنا نیست که فقط ما گفتیم دین اسلام دین برادری هست و دیگه از تمام مشکلات ها و از تمام پریشانی ها و از تمام مسئولیت ها ما در امان ماندیم. نه، دین اسلام دین خیرخواهی است. وقتی که انسان یعنی مؤمن در خدمت، در تعاون، در همکاری با مؤمن باشه. دین اسلام دین اخوت یعنی دینی تعاون هست، دین همکاری هست، دین راهنمایی هست، دینی هست که ما با برادر مسلمانمان مثل رفتار بکنیم که تمام مسلمان ها، تمام مؤمنین جهان که جسد واحد تصور بکنیم، که همه مسلمان ها، همه مؤمنین و همه کسی که قرآن کتاب الله و محمد رسول الله را نبی و فرستاده خدا قبول داره، یه همه از اینها را وقتی که ما مؤمن و مسلمان وقت حساب میشیم، مؤمن برادر مؤمن وقت حساب میشیم که با تمام کلمه گو، با تمام انسانی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانه ما با او همکار باشیم، ما با امرای از او در تمام امورات زندگی خود شریک بدانیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که مسلمان و یا مؤمن مانند که جسد واحد، مانند یک جسد است، اشتکا عینه و اشتکا کله. اینال اگه ما خودمان تمام مسلمان ها را مانند که جسد واحد تصور بکنیم به این معناست که اینال وقتی که برادر ایمان تکلیف میرسه گویای تکلیف به ما رسیده. وقتی که جسد واحد باشد، دست انسان، چشم انسان،
یکی از اعضای بدن انسان به درد آمد، دیگه اعضای بدن انسان هم به درد می آید، تبش می گیره و در مشکلات و نارامی یک عضو تمام اعضای بدن قرار می گیره. اما ما هم خودمان برادر مؤمن، برادر مؤمن می دانیم، ولی را به جای از اینکه تعبیری که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده این را بریم از پیغمبر پرسان بکنیم، از طبیعت و عادت خودمان پرسان میکنیم. برای این وقتی که اگر ما سفید پوست هیچ وقت حاضر نیست که سیاه پوست برادر خود بگوه، و هیچ وقتی حاضر نیستیم که سرخ پوست سیاه پوست برادر خود بدانه، در حالی که در هیچ جای دین و اسلام این آمده که امتیازات، تغییرات و همه از اینها تعلق به نجات داره. الله عزوجلال در قرآن این را بسیار به صراحت میگه که اگر ما شما را به قومها و به رنگها و به اینا پیدا کردیم لتعارفو، یه صرف به خاطر شناخت هست، صرف به خاطر معرفت هست، اما ارزش قیمت در نزد الله این اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش شما، تقوای شما و قدر و عزت شما در نزد الله و در تقوای شماست، در پاکی شماست، در اخلاص شماست، در صداقت شماست، در مؤمن مخلص بودن شماست که شما چه قسم اعمال دارین. این اکرمکم، معززترین شما، مکرمترین شما، با عزتترین شما، با قدر و قیمتترین شما در نزد الله اتقاکم، اونهایی که پرهیزگار هستند، اونهایی که متقی هستند. متقی و انسانی را گفته میشه که از خدا میترسد در هر حالت زندگی. ما معمولا بعضی وقتی میایم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیر میکنیم که حدیث جبرئیل، حدیث مشهور و طولانی هست. در اونجا جبرئیل علیه السلام یکی از سوالاش ای هست، مل احسان یا رسول الله، احسان چرا میگه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما خدا را عبادت بکنین که انک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک، یعنی خدا را شکل عبادت بکنین، بندگی بکنین، گویا که خدا را میبینین. اگر دی درجه نیستین، یعنی فإن لم تكن تراک، اگر دی حد نیستی، تو به این تصور باش که خدا کو مرا میبینه. اما این ما در تصور، تعبیر و ترجمه‌ای که میکنیم، چه در کلاس های درسی من، چه در امور زندگی من، وقتی که را ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم، تشریح میکنیم برای سامعین من، برای مخاطب من، برای کسایی که شنونده حرف ما هست، میگیم شما خدا را عبادت بکنید. یعنی مخاطب ما تصور میکنه که این خدا را حاضر دانستن فقط در وقت نماز خواندن هست، خدا را حاضر دانستن فقط در وقت که انسان قرآن میخوانه، نماز میخوانه، روزه میگیره. از این حالت وقتی که انسان فارغ میشه در دیگه امورات زندگی ما، دیگه هیچ وقت در ذهن ما ای سخن آمدن و این مسئله که خدا ما را میبینه ایر از دل و دماغ ما، از فکر ما دور کرده. و یه و مشکل هست که بسیاری از مسلمان ها امروز در مسجد خدا را عبادت میکنن، ولی در کاروبار و در بقیه امور زندگی خود که میرن مقلد از اسلام نیستن، پیروی کننده اسلام نیستن، پیروی کننده نظام وقت، نظام غرب یا نظام سرمایه داری و دموکراسی هستن. یه و مشکل اساسی هست که ما تفسیر و تشریح و معنا و مفهوم آیات و احادیث طبق تفسیری که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده یا صحابه رسول کرده با او شکل ما عمل نمی کنیم. و تماس داریم، سید احمد از کابل سوال کرده که در نمازهای نفلی سجده سهو لازم می شود؟ بله برادر عزیز، در نمازهای نفلی، در نمازهای فرضی و هم در نمازهای واجبی، هر نمازی که باشه، همون نماز نفل هم قیام فرض است، قرائت فرض است، رکوع سجده فرض است. به این خاطر
مثل که در نمازهای فرض سجده سهو لازم آمد بعد سجده سهو واجب میشه، در نمازهای نفله هم به می شکل. بازم تماس داریم. اسما از کابل. و علیکم سلام و رحمت الله. بخیر و سلامت باش. بفرمایید. بله، یه سوال دومی بفرمایید. بفرمایید. سوال شما را گرفتیم، جوابتان از طریق تلویزیونتان بشنوید. سلامت باشید. خواهر عزیز، اول سوال شما درباره از اینکه عملیات کردین و به خاطر دختن رحم که از اولاد بمانین. اولی که سقط اولاد و ضایع کردن اولاد بعد از 4 ماه، 4 ماه و 10 روز میشه، بعد از او گناه هست، قبل از او هم گناه نیست. و اگر طبیب حاذق دکتر به شما مشوره داده باشه که از این به پیش به بعد اولاد به دنیا آوردن سبب نقصان و سبب ضعیف بودن شما یا سبب نقصانات زیادی برای شما صورت میگیره و به مشوره دکترها شما این کار کردین، هیچ مشکلی نیست. اما اگر بعضی ها ای را به خاطر نیت دیگه ای کار میکنن، باز در او صورت خطر هست و باز هم گناهی که صریح گناه باشه در این شما گناهگار نیستین، چون اگر دکتر حاذق برای شما مشوره داده باشه که شما چون در هر اولاد خونریزی بکنین و بعد از اثر از او برای شما اینی نقصانای پیش میشه که در صحت شما ضرر داره، به این خاطر شما یک کار کردین، مشکلی نیست و گناهی هم نداره، مشکلی نیست، یعنی گناهگار نیست. دوم، در مسئله صله رحمی که شما پرسان کردین که طرف اهل فهم هم هست، عالم است، میفهمه گپا، ولی باز من از خانهش کشید و من در خانه از او رفتنم نمیشه. ببینین، صله رحمی صرف در خانه رفتن یا فرض مثال چای از او را خوردن ایره نمیگه. شما صله رحمی را میتونین برین تا دم دروازش برین، اول پرسیشان را بکنین. اگر اونا در مقابل از انسانیت کردن، شما را به داخل دعوت کردن، خیر بینین. اگر نکردن، تا من دم دروازه هم رفتین، یک احوالشان را پرسان کردین، شما مسئولیتتان را ادا کردین. اینا لو مربوطی از اونا میشه که اونا در مقابل چی میشه. اینا قدره که برای شما گناه دو برابر برای از او هم گناه هست، او هم قطع صله رحمی کرده. اما از دید اگر میخواین خدا در رزق شما برکت نصیب بکنه و در زندگیتان برکت داشته باشین، همیشه وقت سعی بکنین که قطع صله رحم نکنین به هر قسمی که در توانتان میشه. اما به این معنام نیست که یک انسان اهل
کسی باشه که اهلی از این نباشه. مثلا تو در اونجا بری بجای از که یک خیری برای تو برسه، گناه برای تو برسه، توهین شی، تحقیر شی، با در این صورت رفتن ضروری نیست. اما اگر صرف تو خفه شده ای، ناراحت شده ای، قهر هستی، به این مناسبت اگر بخوای اونجا بری، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی کسی که دو نفر با هم خفه می باشن یا قهر می باشن، هر کدام از که آغاز کننده سلام باشه، خدا تمام گناه های از ایره می بخشه. به این خاطر، به خاطر که خدا همه گناهی تو را ببخشه، تا دمی دروازش برو، دروازش تک تک بکن، برامد بیرون، سلام علیکم، خوب هستی؟ و یک سلام علیکی کرده، گفته این دیگه من میرم که خانه مهمان دارم یا فلان هستم، هم صله رحمی بجا آمده و همه که خانه از نرفته هیچ مشکلی هم نیست. و دمی موضوع هم که مسئله که من میخوام بحث بکنم، امیر اشاره میکنه که شما ببینین که دین اسلام دین اخوت است، ولی اخوت ما به زبان خودمان میایم تعبیر میکنیم. اون چیزی را که پیغمبر ما تعبیر کرده، اون چیزی را که ائمه تفسیر و حدیث ترجمه و تفسیر کرده، ما او سم نمیریم، بلکه همیشه وقت در تلاشمان این هست که ما او چیزی را بفهمیم، درک بکنیم و چیزی را پیروش و طرفدارش هستیم که طبیعت ما با او باید باشه. یعنی قرآن میخوایم به مطابق میل خودمان ترجمه و تفسیر بکنیم. آیتی که خدمتتان تلاوت کردم، انما المؤمنون اخوه، مؤمن برادر مؤمن هست. پس برادر مؤمن اول با امره از او چی میباشه؟ در تعاون میباشه، همکار میباشه، همراه برادر خیرخواه میباشه. یعنی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که تو مؤمن کامل شده نمیتانی تا وقتی که اون چیز را برای خودت نمیپسندی، باید به برادرت هم نپسندی. تماس داره مروه از کابل، بفرمایید. بله، بله، و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ خوب هستید؟ خیلی ممنون، متشکر. شما چی کار کردین اینجا که رفتین امره از او؟ امره خواهر خواندت که اینجا که رفتی بود طلاق نگرفته و را به دیگه شوهر دادین؟ سعی سوال شما را گرفتیم. یه سوال خواهر ما این هست که دوست از شوهر قبلش طلاق نگرفته و بعد از او طلاق نگرفته، اینا میرن او را به دیگه شوهر میتن. تا وقتی که شوهر اولی طلاق نته، یه اصلا نکای از این منعقد نمیشه، او هم گناهکار است و شما هم شریک گناه و در همکار گناه هستین. به خاطر شما توبه بکنین و او هم که با شما در تماس است، او را بگو زنگ بزنین که توبه بکنه از کار کدگیش، از شوهر اولیش طلاق بگیره و بعد با شوهر دومی میتونه که زندگی بکنه. تا وقتی که از او طلاق هم نگیره، شوهر اولی دومی هم را از او به هیچ عنوان نکاش منعقد نشده و اینا در حالت گناه زندگی میکنن. به خاطر شما هم توبه بکنین، استغفار بکنین، از خدا بخشش بطلبین تا شما را خدا ببخشه و برای از او هم
اونا را بفهمانیم که بعد اونا هم محتاط باشن و یک گپ مراد بکنن و بعد از این گناه را از این پیشتر ادامه ندن. خدمت شما عرض میکردم که مؤمن برادر مؤمن هست، یعنی هر مؤمن، هر برادر مؤمن، هر خواهر مؤمن، یه با هم خواهر و برادر هستند. با او باید خیرخواه باشه، با او باید همکار باشه، با او باید در تعاون باشه. بازم تماس داریم. حمیده از کابل، بفرمایید. بله بله، امی سوالتان دوباره ای سر تکرار بکنیم، ببخش. امی سوالتان دوباره تکرار کنی. گفتم که شیره شما از بانکو خانی سوالات پیدا شده، دو اولاد دارد، اولاد خدا خود اشتراب نظر می کنه با خاطر سوال اول تانمی که اولاداش زیاد دوست میداره و خودش اولاداش نظر میکنه، درست؟ خواسته سوال شما را گفت. سوال شما را گرفتیم. اولی که در حساب نظر در این هیچ شکی نیست که العین حقون، نظر حق هست و هر انسانی نظر داره. ولی بعضی هم میگه که ولی من ندارم، فلانی داره، فلانی داره، من ندارم. نه، هر انسانی داره، چون هر چیزی را که انسان ببینه و چشم انسان بسوزه و نظر لگید. نظر یک تیر هست و بالای هر انسانی میلگه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که نظر شطر در دیگ پایین میکنه و انسان در قبر پایین میکنه، یعنی قدر زور داره. و آسانترین رای حل دو چیز است. اول، اگر میفهمین که فعلا نظر مادرش بالای نمی طفلش یا بالای نمی مال یا نمی چیز افتیده و وضو میگیره، آبی که وضو میگیره در یک تشت، در یک کاسه، در یک ظرف جمع بکنه و امی آب بالای امو طفل هست، اموال هست، هر چیزی که فهمیده که نظر لگیده بپاشه. و دوم، همیشه وقت در تکه کلامش ایره بگیره ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله لا قوت الا بالله. اینمی ما شاء الله لا قوت الا بالله را کسی که ایره بر زبانش بیاره و در زبانش ایره جاری بکنه، به هیچ عنوان اگر نظری از مثل تیر هم باشه، مرمی واری هم باشه، یک کار نمیکنه. اینال وقتی که یک رای حل ای هست، وقتی طفل میخواد ببینه بگه ما شاء الله لا قوت الا بالله، وقتی میخواد در بغلش بگیره ما شاء الله لا قوت الا بالله، وقتی میخواد لباس بپوشانه ما شاء الله لا قوت الا بالله، یعنی به خود این زبانش تک کلام خودش جور بکنه ما شاء الله لا قوت الا بالله را، دیگه نه نظرش وقتی که ایر عادت بکنه و بار بار بگوه، نه دیگه نظرش بالای اولاد خودش میلگه، نه نظری از این بالای مال و چیزی که دیگه ای و نه بالای کسی دیگه ای هم نظری از این باست دیگه کار نمیکنه. این علاج نظر برای تمام انسان ها، تمام کسایی که فعلا بیننده ما هستن، اگر میخواین هیچ وقت نظرتان کسی را به قتل نرسانه، نظر شما خرابی نکنه در مالتان، در اولادتان، ما شاء الله لا قوت الا بالله را ایره برای خودتان یک ورد، یک وظیفه جور بکنید. هر وقتی که شما ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما چقدر آسان است ما شاء الله را که دیگه بخی میگی ما شاء الله لا قوت الا بالله، یعنی این دو جمله را تکرار بکن، دیگه هیچ وقت نظر در این چیز کار نمیکنه و از این مریضی و از این مصیبت خلاص میشه. و اگر قرآن خوان هستین و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، این آیت ها بخوانین، بالای از کف بکنین، دیگه نظر
که لگیده باشه هم از بین میره. یه دو علاجی که ما برای شما گفتیم و خصوصا ماشاءالله و لا قوت الا بالله، یه در پاره 15 در سوره کهف هم اونجا به یه اشاره میشه که اگر تو بگوی که ماشاءالله و لا قوت الا بالله، هیچ نقصانی برای تو نمیرسه. اما او که نمیگه ماشاءالله، تمام باغ و تمام زمینش از بین میره. یه تجربه شده و یه آیت قرآن کریم است. و او خواهرتان شما بگین که ماشاءالله لا قوت الا بالله، این را همیشه وقتی خودش ورد بکنه و بار بار این را تکرار بکنه، دیگه هیچ اتفاقی برای اولاداش هم نمیفته، برای خودش هم نمیفته و در بقیه امور هم هیچ مشکل پیش نمیاد. خب خدمتش ما عرض میکردم که دین اسلام دین اخوت است. این مؤمن برادر مؤمن است، ما میگیم این قبول داریم که مؤمن برادر مؤمن است. مرد مؤمن، زن مؤمن، خواهر و برادر مؤمن هست، این ما قبول داریم. اما ای که باید در برادر مؤمن همکار باشیم، باید با او تعاون همکاری بکنیم، دی باز ما کوتاه هستیم. در از جمله مؤمن برادر مؤمن است حفاظت کردن عزت آبروی مؤمن است. اما اگر پیش روی ما 10 مسلمان، 10 مؤمن، 10 عالم و هزارها انسان نیکه به عزت بکنن، توهین بکنن، تحقیر بکنن، هر آن چیزی که از دهنشان بیان بگوان، ما تو خوشحال میشیم، ولی هیچ وقت یه جرأت نمیکنیم که بیایم از آبرو و عزت یک مسلمان دفاع بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر یک انسان مؤمن به خاطر آبرو و عزت یک مسلمان دیگه استاد میشه، از عزت از او دفاع میکنه. که یک منافق هست، یک بیدین هست، یک انسان غرب زده هست، او میایه بالای عزت آبرو یک مسلمان حمله میکنه، تو در مقابل از او دفاع میکنی. الله عزوجلال در روز قیامت فرشته هاش میفرسته تر از آتش جهنم حفاظت میکنه. یعنی باید ما همکارم باشیم، مخلصم باشیم، خیرخواه هم باشیم و در فکر عزت آبروی برادر مسلمان ما هم باشیم. یک وقفه کوتاه داریم و انشاءالله بعد از وقفه دوباره برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. به عرض سلام و خسته نباشید مجدد که خدمت شما خوبان قرار گرفتیم. خداوند با عزت و سرفراز باشین و لباس تقوا و لباس صحت و عافیت بر تن داشته باشین. دین اسلام دینی همه خوبی هاست. در دین اسلام، در نظام اسلام، در مسائل عبادی و در مسائل عبادات و معاملات، در دین اسلام هیچ کمبودی، هیچ نقصانی وجود نداره، بلکه همه نقصانات و همه مشکلات ها از کمفهمی و بیفهمی و کمدرکی ما مسلمان ها صورت میگیره. خب گفتیم در آیاتی که خدمتتان تلاوت کردم، جزی اولی از اخوت بود که برادری، همکاری، برادری در تعاون، برادری در خیرخواهی، برادری در مخلص بودن و برادری در حفاظت کردن و دفاع از آبرو و عزت مسلمان هست. جزء دوم آیت که خدمتان تلاوت کردم، فاصلحوا بین اخویکم، شما در میان برادر مؤمن مسلمانتان صلح برقرار بکن. اگر دو برادر با هم خفه هستن، میگه من با فلانی دیگه هیچ گپ نمیزنم، اینال وظیفه مسلمان ای هست که بیای و اینها را آشتی بیاندازه، برای از او بفهمانه که ناراحت شدن و خفه شدن در یک چیزی بسیار معمولی، یه شیوه اسلامی نیست، یه شیوه دینی نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه کسی که 3 روز با برادرش قطع تعلق میکنه، 3 روز با برادرش گپ نمیزنه، الله عبادت از را قبول نمیکنه. اگر یه انسان فوت میکنه، مات میتت الجاهلیه،
به مرگ جاهلیت فوت کرده. الان وقتی که یه روایات و احادیث ما میبینیم، همیشه وقت فاصلح بین اخویکم، ما تعبیرش از طبق مزاج خودمان، طبیعت خودمان تفسیر میکنیم که مطلبش ای است که دو گروهی که با هم جنگ میکنن، که بو زمان در میان طالب دولت همیشه وقت مثال میدادیم که او اینها باید با هم صلح بکنن، اما این دو مسلمانی که سالهاست با هم قهر هستند، با هم خفه هستند، برادر با برادر خفه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمه که یک جماعتی که جمع باشن دعا بکنن، خدایش دعای از اینا را رد نمیکنه، دعای از اینا را قبول میکنه، بجز دعای و انسان قبول نمیشه که و با برادر مسلمان خود خفه است، با برادر مسلمانش قهر است و با برادر مسلمانش حاضر به صحبت کردن و گپ زدن نیست. مقت صلح رحمی را فقط بجز عضو خانواده ما نمیدانیم، در حالی که الله عزوجلال از آسمان دو تا فرشته ای داره، یکی از این از صبح تا شام و شام تا صبح دعاش ای هست خدایا کسی که صلح رحمی میکنه سل من وصلک، خدایا کسی که صلح رحمی میکنه او را با خودت وصل بساز. و دیگه فرشته الله مقطع من قطعنی، کسی که صلح رحمی را قطع میکنه خدا او را تو با خودت قطع بکن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمه اگر شما میخواین خدا در رزق شما، در عمر شما برکت نصیب بکنه، لذا به دیدن و به زیارت خیش و فامیل و متعلقین خودتان برین، به دیدن برادرتان برین، به دیدن اعضای خانواده و فامیلتان برین، اونا را ببینین از نزدیک، بیاین خدا در رزق شما برکت می اندازه، در عمر شما خدا برکت می اندازه. این الصلح به اندازه مهم است که بعد از برادری دوم وظیفه‌ای که انسان انجام میده و صلح است و آشتی است و روند برگزار کردن مجلس آشتی گذاری هست که ما باید رئیس سفیدای ما، علمای ما، جوانان و نوجوانای ما همیشه در این فکر باشن که هیچ مسلمان با مسلمان دیگه باید خفه نباشه، هیچ خانواده با خانواده دیگه قهر نباشه، هیچ فامیل با فامیل دیگه خفه و قهر و ناراحت نباشن. وظیفه مسلمان چی هست؟ که باید در میان مسلمان ها صلح برقرار بکن. دیگر روایت می آید که در روی زمین قطب و ابدال وجود داره، یعنی از مقام ولایت هم بالاتر کسایی هستند در روی زمین، مقامی از اینا مقام قطب و ابدال زمین هستند. ولی یک قطب و ابدال در روی زمین اینا به خاطر عبادتشان، بندگیشان به این مقام نرسیدن، به خاطر خیرخواهیشان به اینجا رسیدن که اونها در میان مسلمان ها خیرخواه می باشن. بازم تماس داریم بی بی ها از بلخ. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. بخیر و سلامت باشید. سوال خواهر ما برمیگرده به خواب هایی که از اینا دیدن. خواب اولی از اینا خواب دیدن قیامت است. خواب دومشان خریدن خانه است.
هر دی از اینا یک تعبیر داره، یک معنا و مفهوم داره و یک چیز به انسان میرسانه و این هست که قیامت و وقتی که قیامت قائم میشه تو با اعمالی که در دنیا کردی اونجا نجات پیدا کرده میتنی و همی عمل تو در آخرت برای تو قصرها میسازه. اینالی اگر میخوایی که دمو قیامت و مو طوفان و مو حالت هیبناک و وحشتناک و ترسناک را که تو دیدی در امان باشی، محبت دنیا را کم بکو برای آخرت کار بکو. چون تو میگی که در دنیا من هر آن چیزی که خواهشم از آرزوم از دلم میخواد امیر انجام بتم و از طرف دیگه در آخرت هم بسیار باید جای مجلل، قصرهای بسیار خوب و تمام تعریف و اوصافی که در وصف یک جنتی ذکر میشه همه ازیر همه باید داشته باشه. این محال است. چند پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیره میگه که الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان هوشیار و زیرک کسی هست خود کنترل کرده برای آخرتش کار کرده. و العاجز من اتبع، عاجز کسی است که اتباع نفس میکنه و تمنا علی الله، میگه برو خدا لکبخش است. اینالی خوابا شما را میگه محبت دنیا را کم بکن برای آخرتتان هم کار بکنید. اگر برای میخوای که در خانه داشته باشی و این خانه دیگه فراموش نشوه و این خانه تو آدرس داشته باشه، جا داشته باشه و از این خانه تو محروم نشی، محبت دنیا را کم بکو برای آخرت کار بکن. این هست تعبیر خواب شما که شما زیاد به دنیا محبت دارین و از طرف دیگه هم دلتان ایتو میخواد که من به هر خوبی ها و خوشی ها و همه اون چیزی که در دلم هست همه ازیر من در دنیا و داشته باشم و در آخرت هم بهترین قصر جنت الفردوس به من داده شود، در حالی که یه دو چیز با هم متضاد است. این اگر تو و عمل لما بعد الموت نکار کردی یه خانه دیگه از یادی تو نمیره و از او حالت وحشت و دهشت قیامت در امان میمانی. اگر این کار نکردی و خانه فراموش میشه و از حالت خوفناک در امان نمیمانی. هر دوی اینها یک چیز هستن و یک قسم خبر کردن و آگاه کردن انسان است که برای آخرت دست کم نگرین و برای آخرت کار بکن. خدمت شما عرض میکردم که صلح همیشه وقت در میان دو گروپی که جنگی هستن، در خط جنگ هستن و با هم در نبرد هستن، در میان از اونها همیشه وقت تفسیر نمیشه، بلکه در میان دو برادر، بلکه در میان دو خانواده، بلکه در میان دو تا همسایه، بلکه در میان دو تا نمازی، در میان دو نفری که عضو یک خانواده هستن، همسایه هستن، بالای همه از اینها لازمی و ضروری هست که اینا در میان خودشان چی داشته باشن؟ صلح صورت بگیره. صلح اینا خودشان نمی کرن کاره. اینا کسایی که اهل خیر هستن، اونهایی که در دنیا و آخرت سعادت بالایی را خدا برای از اونها نصیب کردن، اینا کسایی هستن که خیراندیش هستن. اینا صلح میکنن در میانی مردم. وقتی که میفهمن یه دوتا برادر با هم خفه است، میرن هر دی از صحبت میکنن، رازشان میکنن و اینا را میارن با راه درست، اینا را میارن آشتی میپرتن. دوتا قریه با هم قهر است، دوتا مردم، دوتا خانواده، دوتا فامیل، دوتا متعلقین، هر کسی با هم قهر است، خفه است، ناراحت است و با هم قطع صله رحم کردن. وقتی که تو اینا را صلح کردی، الله عزوجلال ثمره و نتیجه از این اعلان میکنه. در آخر آیت الله که نتیجه اخوت صلح است، ورا الله عزوجلال میگه لعلکم ترحمون. وقتی که تو با برادرت، تو وقتی که با مسلمان، تو با مؤمنین خیرخواه بودی، خیر اندیش بودی،
تعاونگر بودی، همکار بودی، دافی و مدافی، دفاع کننده از عزت و آبروی مسلمان بودی، وقتی که یه حالتا دی تو بود، لعلکم ترحمون، شاید که خدا این حال وقتی است که خدا رحمتش شامل حال تو بگردانه. وقتی که یه اوصاف و یه صفات خدا در وجود تو نصیب کرد، این حال لعلکم ترحمون، این حال رحمت خدا شامل حال تو میشه، این حال رحمت بی پایان پروردگار متوجه حال مسلمان ها میشه، متوجه حال مؤمنین میشه. ما از یک طرف قطع صله رحم میکنیم، از یک طرف بجز قومی خودمان، هم زبانمان، هم رنگمان، هم پوستمان، هم سمتمان، غیر از این دیگه نه برادر قبول داریم، نه برادر میشناسیم و نه او را برادر میپذیریم. و غیر از خودمان و خانواده من دیگه، اگر کل دنیا با هم قهر باشن، خفه باشن، جنگی باشن، هر اتفاقی که بیفته، هیچ کدام یزرش توجهی نداریم، هیچ پروای از او را نداریم و باز میگیم خدا چرا رحمش شامل حال ما نمیگردن. چون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمه وقتی که تو در اهل زمین رحم کردی، اهل آسمان بالای تو رحم میکنه. یعنی و انسانی که در زمین هست و مخلوقی که در زمین زندگی میکنه، که وقتی تو بالای از رحم کردی، از آسمان بالای تو رحمت پروردگار میاد، رحم میکنه بالای تو و ذاتی که در آسمان ها هست. این حال وقتی که تو رحمت پروردگارت طلب داری، بله سر، بله سوال شما را گرفتم خواهر عزیز. در جزء اول سوالتان یا سوال اولتان که شما خواب میبینین که در بدنتان الله نوشته شده، یه بسیار خواب خوب و نیک هست و امید است که شما به این گپ پابند باشین، به مو عبادات و بندگیتان، که تا بدنتان سالم بمانه. در سوال دومتان که برادر نالی برای شما میگه که تو عاق هستی، به ای که ای تو عاق هستی، پدرم تو را عاق کرده، یا مثلا فرض مثال، همه از گپا یک بهانه است، همه از گپا هیچ معنا و مفهومی نداره، هیچ کدام شما از میراث محروم نمیشین، شما برین از برادرتان بگین که عاق ما را بتی، اگر نداد شما فورا در ما حوزه مربوطه تان مراجعه بکنین، اگر مرکز هستین در مرکز، اگر ولسوالی هستین در ولسوالی، فورا مراجعه میکنین، حقتان اونجا محکمه میگره، به شما تسلیم میکنه. یه بکی ای فلانی عاق است، ای فلانی عاق است، یه لفظ عاق، تو در وقتی که زنده بودنی پدر تو چه خبر داشته که من خبر ندارم پدر مرا عاق کرده، ولی تو خبر شدی؟ ایگه پا کلگش دروغ و به عاق کردنی که پدر عاق کرده هم به این شکل که امروز در جامعه مروج هست، باز هم هیچ طفل محروم نمیشه، هیچ طفل از حق محروم نمیشه. به این خاطر شما محروم نیستین، محروم نمیشین، برادرت را محروم کرده نمیتونه. شما اینا اگر او بر رضایت خودش برای شما حق قائل نیست، شما فورا مراجعه بکنین در محکمه، حق شما را میگیره، برای شما تسلیم میکنه و این گفتن برادر، محرم کردن برادر هیچ اتفاقی
نمیافته. به خاطر شما بسیار خاطر راحت برین مراجعه بکنین برای محکمه و از محکمه حقتان میگره، برای شما تسلیم میکنه. بعد از اینکه حقت تسلیم شدی، این حالی تو اختیار داری که برای خودت میگری، برای خانوادت میتی، برای برادرت میتی، برای خواهرت میتی، برای هر کسی خواستی تسلیمش کردی، خودت گرفتی، هیچ مشکلی در اون صورت نیست. اما ای که آلی برادر حق زور بگه که تو هیچ حق نداری، هیچ سریک نیستی، تو عاق هستی، به این گپا هیچ کسی محروم نمیشه و برادر تو اشتباه کرده و اشتباه هم میکنه، به این خاطر هیچ اتفاقی نمیفته. شما فورا مراجعه بکنین، از محکمه حق خودتانه بگیرین. بس بالا از این بود که خدا رحمت و شبالای انسان نازل میکنه وقتی که دو عملی خیرخواهانه را ما در حق برادر مسلمان خود داشته باشیم. وقتی که عمل خیرخواهانه داشتیم، انال رحمت خدا هم شامل حال ما میشه. اگر ما رحمت پروردگار را بطلبیم و از خدا رحمت بخواهیم و از طرف دیگه در فکر صلح، خیرخواهی، تعاون، همکاری و حفاظت عزت و آبروی مسلمان نباشیم، هرگز رحمت خدا هم شامل حال ما نمیشه. بازم تماس داریم، ندیمه از کابل، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بله؟ اگر میشه فارسی پرسان که من خوب تر جواب داده بتانم. بفرمایید. صحیح. سایس، سوال شما را گرفتم خواهر عزیز، بخیر باش. سوال اولی از اینا این هست که اگر یک انسان در تاریکی شب جایی که تاریک هست انسان نماز بخونه، نمازش میشه یا نمیشه؟ بله خواهر عزیز، نماز در جای تاریک در شب نماز میشه، ولی به اندازه، اگر به این انداز تاریک باشه که انسان اما جای نماز، مصلا و جایی که نماز میخوانه را دیده نتانه، در این حالت باز مکروه است، پسندیده نیست. ولی به اندازه باشه که انسان جایی که خودش استاد شده و جایی که سجده میکنه را دیده میتانه، با در این صورت هیچ مشکلی نداره. که معمولا وقتی که نماز تهجد یا قیام اللیل ما و شما بالا میشیم، درسته که چراغا رو روشن نمیکنیم، کلی مردم بیخواب نمیکنیم، ولی به اندازه امو نیمه روشن یک معمولی روشنی که در خانه هست که انسان جای نمازش را پیدا کرده میتونه، قبله را تعیین کرده میتونه و جایی که سجده میکنه ای را دیده میتونه، دیگه هیچ مشکلی نیست، نمازش میشه، که در این کدام اشکالی نیست. و جز دوم یا سوال دومی از اینا این هست، اگر شوهر از خانم ناراحت باشه، این خانم نماز و عبادتی که میکنه قبول میشه یا نمیشه؟ و ده و به می شکل اگر خانم از شوهر ناراحت باشه، آیا نماز و عبادت شوهر میشه یا نمیشه؟ خواهر عزیز، این ناراحت بودن یا خفه بودن از دو حالت است. اگر خفگی تو ناراحتی شوهر از زن در حق باشه، اینه بر چیزی باشه که حق شوهر است، درست؟ و خانم انکار بکنه که نه من این کار نمی کنم و این خواستی تو را برآورده نمی کنم و این گپی تو را قبول ندارم و در عوض تو خواب میشه این نمیشه، من با او کار ندارم، میرم نماز میخوانم، خدا این نماز قبول نمیکنه،
یا تا وقتی که تو از شوهر اجازه نگیری، اجازه تا روزه نفلی گرفته نمیتونی. در فرض ازارت به اجازه نیست یا در نماز روزه قضایی، اما در عام نوافل تا شوهر اجازه نده تا روزه گرفته هم نمیتونی. آمدیم سری ازی که قبولیت اینال وقتی که شوهر از خانمش خفه است، دو چیز خفه است که حق از او هست، که من وقتی از سر کار میایم حق من است که یک گلاس چای برای من داده شود، تو اینمی چای برای من ندادی، مرا باید عزت میکردی نکردی، احترام باید میکردی نکردی، یعنی حق ازی است. اما یه خفگی ده این است که تو از او گناه را طلب کرده است، تو مرد از زنش گناه را طلب کرده که تو بدون حجاب باید به قتیمه در پارک بری، باید در سینما بری، باید در هتل بری، باید این گناه را همراه ما انجام بدی، یک گپی درخواست گناه را کرده. اینال در این صورت اگر شوهر خفهم باشه هیچ مهمی نیست و خفگی از هیچ معنا و مفهومی نداره. اینال ناراحت بودن زن شوهر همین می حالت داره، اگر این ناراحت است بر چیزی که حقی از این هست، درست؟ حقی از این هست، مطالبه بر حق داره، حقش خواسته، شوهر یه را پشت پا زده، حرف از را گوش نکرده، حق از را ادا نکرده، اینال او که نمازی که میخوانه او چی نماز میخوانه؟ تا وقتی که حقوق العباد تو پرداخت نکنه، حقوق الله تو که قبول میشه، اینال تو اینجا نماز بخوان و او طرف مسئولیت ادا کرده نتانی، یک کدام نماز است، ای که عبادت هیچ معنا و مفهومی نداره. پس خلاصه و جنبندی وقتی که بکریم در دو جمله، وقتی که خفگی از او بر حق بود، نه از زن نمازش قبول میشه، و اگر از مرد بود، مطالبه زن بر حق بود و مرد در اینجا در اشتباه بود، از او قبول نمیشه. اینالی شما خودتان در اونجا قاضی هستین که ببینین مطالبه که شوهر از شما داره، از شما خفه هست، ناراحت هست، بر حق است یا نیست، یا مطالبه که زن شوهر داره و زن شوهر خفه است، یه بر حق است یا نیست. اگر حقی ازی بود نمیشه، اگر حق از این نبود ناخفه شده بود هیچ اشکالی نیست. قرآن کریم نه لعلکم ترحمون میایه، یعنی تو همه وظیفه برادری تا باید انجام بدی، و بعد از اینکه وظیفه برادری تا انجام دادی، انال امید است که رحمت خدا بالای تو بیای. برای همین امروز در تمام کشورهای اسلامی رحمت خدا نمیواره، به خاطر که از یک طرف میبینه حکومت دارا و زعمای کشورهایی که امروز به نام کشورهای اسلامی هست، اینا میبینن میشنون که بالای مسلمان ها در تمام دنیا، در کجا کجای دنیا ظلم است، در فلسطین هست، چچنی هست، بوسنی هست، برما هست، چین هست، ایغور چین هست، همه از اینها نه مسلمان ها در رنج هست، در عذاب هست، در تکلیف هست، و اینال مسلمان برادر مسلمان هست، اما چرا به فریاد از او نمیرسی؟ چرا به تعاونی از او نمیری؟ چرا به کمک از او نمیری؟ چرا به مدد از او نمیافی؟ وقتی که تو به مدد از او نشتافتی، وقتی که شتاب نکردی به مددی از او، رحمت خدا هم به طرف تو بر نمیگرده. مشهور است که سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه و در صحبتاش میگفت که اگر شبی در عبادت مکم بودی بیایه، ما علایم و نشانی امی کم بودی عبادت در سواری و در خدمه که، یعنی غلام و کنیزی که من دارم، در اونا به چشم سر میدیدم که چه قسم اونا نافرمانی میکنه، سواری که اسب سواری ما چه قسم نافرمانی میکنه، حاضر به حمل کردن من نیست. اما ما امروز چقدر به ظلم ها میکنیم، چقدر به انصافی ها میکنیم، ده یک روز به قدرت میرسیم، صاحب سرمایه دنیا میشیم و هزارها حق مظلومه که باید از ظالم گرفته و مظلوم داده شوه، بجای از این میاییم یک ره بالای مظلوم که ظلم شده ما ظالمتر میشیم بالای از او. اون هنوز او را سیاست میکنیم، هنوز او را بدگوییش میکنیم، هنوز او را از مجلس ما میکشیم. چرا او همزبان ما نیست، حداقل همسمت ما نیست، حداقل همرنگ ما نیست،
به او توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، ارزش پیشمان قائل نیست. امروز در میان مسلمانان نفاق کس درباره از این نیست که تو مسلمان هستی یا نیستی، نه درباره از این نیست، بلکه درباره میان مسلمان ها اختلافاتی که امروز وجود داره، اختلافات قومی هست، سمتی هست، زبانی هست، رنگی هست، پوستی هست، یک اختلافاتی هست که در اسلام یه معنا و مفهومی نداره، یه ارزشی نداره. ابوبکر موجود هست، عمر موجود هست، فرزندای از اینا موجود هست، ولی باز هم مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم بلال حبشی هست. با وجودی که تمام اصحاب انصار و مهاجر موجود هست، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدا میکنه که سلمان و منی، سلمان عضو خانواده ایم است. هیچ کس اعتراض نمیکنه. اما ما امروز برخلافی از این حرکت میکنیم، وقتی که خلاف آیت، خلاف دستورات خدا و رسول شما حرکت کردین، رحمت خدا شامل حال نمیشه. چون الله اول اخوه فاصلحوا لعلكم ترحمون هست. خدا بالای همه ما و شما رحم بکنه و الله عزوجلال بالای همه ما و شما رحم بکنه، اخوت، برادری، صلح سرتاسری برای ما و شما نصیب بکنه. و دمیجا برنامه ما با پایان میرسه و همه شما خوبان به خداوند یکتا میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.